به 21 صحنه جام خوش اومدید. من زهرا هستم. دلارا دارابی سال 1365 توی رشت به دنیا میاد و این دختر شاعر، پیانیست و نقاش بوده. اما اینکه دلارا 17 سالش بوده با امیر حسین دوست میشه و این دوتا قصد داشتن که با هم دیگه ازدواج کنن. یعنی در واقع امیر حسین از دلارا خواستگاری میکنه. اما مشکل اصلی که این دو نفر برای همیشه با هم بودن و در واقع ازدواج کردن با هم دیگه داشتن این بوده که امیر حسین از نظر مالی وضع خیلی خوبی نداشته و کار خیلی درستی هم نداشته. همین میشه که یه روز وقتی امیر حسین میفهمه دلارا یه فامیل زن تنهای پولدار داره، با هم دیگه تصمیم میگیرن که وارد خونه این خانم بشن که اسمش مهین بوده و پولهایی که توی خونه داشته و طلاهاش و کلان هر چیز ارزشی که توی خونه نگه میداشته رو سرقت کنن. در نتیجه این دو نفر سال 1382، یعنی زمانی که دلارا 17 سالش بوده، یه شب وارد خونه مهین میشن که دخترموی پدر دلارا بوده. اما قصدی که این دو نفر برای سرقت از خونه و بیرون اومدن داشتن در نهایت منجر به قتل مهین میشن. به خاطر اینکه این دو نفر توی فرار از خونه نمیتونن بر اساس اون چیزی که برنامه ریزی کرده بودن عمل کنن و چیزی که من فکر میکنم، چون توی پرونده خیلی توضیحات روشنی در این مورد داده نشده، اینه که مهین از اون چیزی که این دو نفر فکر میکردن خیلی زن قدرتمندتر و روپاتری بوده در واقع و برای خروج این دو نفر از خونه مشکل ساز شده. یا میشه فکر کرد که این دو نفر فکر میکردن که کسی داخل خونه نیست اما مهین اون شب توی خونه بوده. چون ببین قصد قبلی برای قتل یعنی خیلی با عقل جور در نمیاد، یعنی مثلا چرا این دو نفر باید برن تصمیم بگیرن که مهین رو بکشن؟ قصدشون در واقع سرقت بوده اما در نهایت اون شب مهین کشته میشه. اتفاق که اون شب میفته اینه که امیر حسین و دلارا مهین رو به قتل میرسونن و از خونه خارج میشن. اما زمانی که از خونه خارج میشن دلارا متوجه میشه که کیفش رو توی خونه مهین جا گذاشته و زمانی که به امیر حسین میگه که برگرد و کیف منو بیار، امیر حسین بهش میگه که من دیگه هیچ جور توی اون خونه برنمیگردم. در نتیجه دلارا مجبور میشه به یه پسر دیگه زنگ بزنه که اون پسر هم اتفاقا خواستگار دلارا بوده و بی نهایت عاشق دلارا بوده و اون پسری که دلارا باهاش زنگ میزنه اتفاقا قبول میکنه و میاد خونه مهین و میره کیف دلارا رو میاره و از خونه میاد بیرون. اما بعد این موضوع سریع زنگ میزنه به پدر دلارا و همه چیز رو واسهش توضیح میده و همین میشه که پدر دلارا اون شب میره پیش پلیس و همه چیز رو برای پلیس تعریف میکنه و پلیس هم میره و دلارا رو دستگیر میکنه و زمانی که دلارا به اداره پلیس میاد به همه چیز اعتراف میکنه. میگه آره ما با هم دیگه وارد خونه مهین شدیم، میخواستیم پولاشو بدزدیم ولی در نهایت مهین رو کشتم، یعنی من با ضربات چاقوی که وارد کردم مهین رو کشتم. جزئیاتی که دلارا اینجا بهش اشاره میکنه میگه که امیر حسین داشت از پشت با چوب بیسبال به سر مهین ضربه میزد و همونجا بودش که من رفتم از توی آشپزخونه یه چاقو آوردم و شروع کردم چند تا ضربه به مهین وارد کردن و مهین رو اینطوری به قتل رسوندم. اما تنها دو هفته بعد اینکه دلارا توی کلانتری در واقع اقرار به قتل میکنه، اعتراف خودش رو کاملا پس میگیره. دلارا میگه که من و امیر حسین با هم یه قراری گذاشته بودیم. از اونجایی که من 17 سالم بود و میدونستیم که به آدمایی که زیر 18 سالن و در واقع زیر سن قانونیان مجازات اعدام نمیدن، ما با هم دیگه قرار گذاشتیم که قتل رو من گردن بگیرم. چون اگر که امیر حسین قتل رو گردن میگرفت، از اونجایی که 20 سالش بود بهش حکم اعدام میدادن و امیر حسین اعدام میشد. و این دوره زمانی بود که دلارا فهمیده بود که احتمالاً این که زیر سن قانونی بوده قرار نیستش که توی مجازاتش تاثیر ایجاد کنه و واسه همین تصمیم گرفته بودش که اصل ماجرا رو در واقع به قاضی پرونده بگه. اما باید بدونید که این انکاری که دلارا بعد از اعتراف اولیش کرد هیچ وقت مورد قبول واقع نشد. یعنی با توجه به اینکه دلایل و مدارکی توی پرونده بود که میتونست نشون بده که دلارا قاتل اصلی این پرونده نیست،
اما سیستم قضایی که داشتن به این پرونده رسیدگی میکردن کاملا مخالف این موضوع بودن. برای مثال وکیلای دلارا به این موضوع چند بار اشاره کرده بودن که پزشکی قانونی، یعنی در واقع که گزارشی که پزشکی قانونی داده، ضرباتی که به مهین وارد شده و منجر به مرگش شده ضرباتی بوده که باید یک آدم راست دست وارد میکرده، در صورتی که دلارا چپ دست بوده. یا برای مثال جثه مهین خیلی بزرگ بوده و دلارا جثه خیلی کوچیکی داشته و در نتیجه دلارا نمیتونسته که مهین رو به قتل برسونه چون مهین میتونسته مقاومت کنه. و همه این موضوعات موضوعاتی بودش که میتونست بیشتر بررسی بشه و میتونست توی نهایت این پرونده در واقع تاثیر بذاره، اما هیچ وقت تصمیم به بررسی بیشتر اون گرفته نشد. در نهایت در طی حکم نهایی که صادر شد، دلارا برای قتل عمد مهین قصاص گرفت و به اعدام محکوم شد و امیر حسین برای مشارکت توی قتل به 13 سال زندان محکوم شد. بریم یه ذره توی زندان و ببینیم که زمانی که دلارا توی زندان بود داشت چیکار می‌کرد. همونطور که اول ویدیو بهتون گفتم بچه‌ها، دلارا نقاش بود و اتفاقا توی زندان هم داشت نقاشی میکرد. اما نقاشی هایی که دلارا تویش داشت توی زندان میکشید در واقع نقاشی هایی بودن که کاملا نشون دهنده احساسات درونی دلارا بودن. دلارا این نقاشی ها رو صرفا با رنگ های تیره مثل مشکی، خاکستری و قهوه‌ای میکشید و همین نقاشی هاش یه حالت خیلی دارک و تیره ای داشتن که نشون میداد که این دختر که دختر 17 سال است و داره بزرگترین ترس زندگیش رو تجربه میکنه دقیقا توی چه حالتیه و داره چه احساساتی رو توی اون زندان تجربه میکنه. همیشه که سال 1385 یه سری افراد باعث و بانی شدن که نقاشی های دلارا رو ازش میگرفتن و بیرون از زندان واسهش نمایشگاه ترتیب میدادن. برای مثال سال 85 توی نگارخونه گلستان تهران یه نمایشگاه از نقاشی های دلارا دارایی برگزار شد و همین موضوع باعث شدش که توجه آدم ها به این پرونده به شدت جلب بشه. اما نقاشی های دلارا صرفا توی داخل ایران نمون و توی دانشگاه فنی برلین هم یه نمایشگاه از آثار دلارا برگزار شد که اونجا خیلی نظرات رو به خودش جلب کرد و همین موضوع باعث شدش که نهادهای حقوق بشری در واقع فشار خیلی زیادی به حاکمیت ایران برای عدم اجرای حکم اعدام دلارا وارد کنند. اما نه این نمایشگاه ها، نقاشی ها، توجه هایی که به این پرونده شده بود، هشدارهایی که داده می شد به سیستم قضایی، نه مدارک و دلایل و همه چیزهای دیگه که توی پرونده بود نتونست حکم اعدام دلارا رو بشکنه و در نهایت در 11 اردیبهشت سال 1388 دلارا دارابی بدون اینکه به خانواده‌اش اطلاع داده بشه و بدون اینکه به وکیلش اطلاع داده بشه و بدون اینکه ملاقات آخری داشته باشه توی زندان لاکان رشت اعدام شد. این پرونده از نظر در واقع نقص‌های قانونی خیلی خیلی زیادی که داشت خیلی مورد انتقاد قرار گرفت و عملکرد سیستم قضایی توی این پرونده به وضوح به شدت فاسد بود. اولین ایراد و مهمترین ایرادی که این پرونده داشت این بودش که بر اساس پیمان حقوق کودک که ایران اون زمان عضوش بود کلن به افراد زیر 18 سال حکم اعدام داده نمیشد و در واقع مجازات این افراد با مجازات افرادی که بزرگسال محسوب می شدن باید تفاوت هایی می داشت. این اولین موضوع. دومین موضوع، توی یک پرونده قتل، اونم زمانی که دو نفر توی این پرونده بودن، برای اینکه احراز بشه دقیقا قتل در نهایت به دست چه کسی اتفاق افتاده باید ریز به ریز جزئیات توی یک پرونده بررسی بشه، حتی اگر جزئیات باشه، حتی اگر چیزهایی باشه که خیلی در ظاهر به درد نخور و کوچیک بیاد، اما همه اینها باید بررسی بشه به خاطر اینکه بحث جون آدمی داره. اگه ما توی کشوری زندگی می‌کردیم که مجازات اعدام وجود نداشت شاید میتونه سالها طول بکشه و حالا چه میدونم رسیدگی مجدد بشه و همین اتفاق بیفته، اما زمانی که پای جون افراد در میونه باید به همه این مسائل بررسی بشه که سر بیگناه بالای دار نره. اما توی این پرونده اصلا اینطوری نبود، یعنی حکمی که اون اول صادر شد، یعنی یه حکم بر اساس یک اعتراف اولیه توی اداره پلیس صادر شد و بر همون اساس هم اجرا شد، یعنی به جز اون اعتراف اولیه‌ای که دلارا توی اداره پلیس انجام داده بود چیز دیگه‌ای نداشتن در واقع.
و موضوع بعدی این که اعدام کردن هم حتی آدابی داره. زمانی که یک متهم، زمانی که یک بازداشتی زندانی میخواد در واقع اعدام بشه، اولا که باید ملاقات آخر با خانوادش داشته باشه، دوما باید به خانواده و به خصوص وکیلها زمان دقیق اعدامش اطلاع داده بشه، کاری که توی این پرونده اتفاق نیفتاد. و سوالی که واسه من اینجا مطرحه اینه که دلارا داربی یه زندانی مثلا سیاسی یا امنیتی یا عقیدتی نبوده، خب یه زندانی در واقع یه شهروند عادی بوده که مثلا مرتکب یه همچین جرمی شده یا نشده. و سوالی که واسه من پیش میاد اینه که چرا اینقدر مغضوب اون آدمهایی بوده که داشتن به این پرونده رسیدگی میکردن و توی این پرونده یه نقشی داشتن؟ چون ببین چیزی که قانون خود ایرانه، یعنی قانونی که خود اون آدمهایی که دلارا رو اعدام کردن تصویب کردن، که کسی که میخواد اعدام بشه باید به وکیلهاش اطلاع داده بشه، باید دیدار آخر داشته باشه. اما توی این پرونده انگار که اعدام زود هنگام و ناگهانی دلارا، من فکر میکنم میخواست به یک دهنکجی خیلی بزرگ باشه به نهادهای حقوق بشری که به این پرونده ورود کرده بودن. نمیدونم. اما علاوه بر همه چیزایی که بهتون گفتم، جالب این چیز رو بدونید که عجیب‌ترین چیزیه که قطعا تو این پرونده وجود داره. دو سال بعد از اینکه دلارا و امیرحسین زندانی میشن، امیرحسین از توی زندان شروع میکنه نامه نوشتن به دادستان رشت و توی نامه هاش به دادستان رشت میگفته که دلارا قاتل نیست و من قاتلم. توی نامه ها امیر حسین دقیقا شرح میداده که اون شب چه اتفاقی افتاد. امیر حسین توی نامه ها میگه که اون شب زمانی که ما رفتیم توی خونه مهین، من به دلارا گفتم که برو از توی آشپزخونه یه دونه چاقو بیار و دلارا چاقو رو داد به من و من مهین رو کشتم. و امیر حسین توی نامه ها دقیقا شرح میده که ضربه ها چجوری بودن، ضربه ها کجا وارد شدن. و دوباره این موضوع میگه که من چون فکر میکردم که دلارا 17 سالشه و حکم زندان نمیگیره، ازش خواستم که به قتل اعتراف کنه. و بارها امیر حسین نامه مینویسه به دادستان رشت و ببین به هیچ کدوم از این نامه ها هیچ توجهی نمیشه. یعنی جالب اینجاست که اگر شما با اعتراف دلارا حکم دادین که این قاتل اصلیه و بعد اعدام شه، خب الان هم امیر حسین داره اعتراف میکنه دیگه. یعنی باید الان، و جزئیاتی که امیر حسین توی نامه ها داشته بهش اشاره میکرده خیلی بیشتر با عقل جور در میومده برای کشتن مهین. اما در نهایت تصمیم بوده که گرفته شده بود، تصمیم بودش که دلارا دارابی در نهایت اعدام بشه و در نهایت در زندان لاکان رشت اعدام شد. و امیر حسین هم 2 سال بعد از اعدام دلارا توی زندان خودکشی کرد و از دنیا رفت. این پرونده از این نظر که یه پرونده که واسه خود من خیلی پرونده سنگینی بود. من از اولین روزهایی که صحنه جرم رو شروع کردم میخواستم این پرونده رو کاور کنم، اما از چند نظر واسه من خیلی سنگین میومد. اول اینکه 2 تا آدم قصد سرقت میرن خونه یه نفر و بدون اینکه قصد داشته باشن اونو به قتل برسونن، داستان به این سمت میره که یک آدمی وسط به قتل برسن. بعد خیلی راحت یه نفر طبق یک قول و قرار کاملا بچگونه یکی از اون 2 نفر میره و قتل رو گردن میگیره. و دوباره در کمال تعجب و برخلاف چیزی که واقعا بعد اتفاق می افتاده به یک نوجوان 17 ساله حکم اعدام میدن. و خیلی عجیب و غریب 5 سال بعدش حکم اعدام اجرا میشه. در صورت که تو این 5 سال 1000 بار مدارکی بوده که صاحب میتونسته ثابت کنه که دلارا قاتل این پرونده نیست. و اصلا خیلی پرونده ایه که نمیدونم، انگار که اصلا پیش از دلارا رو نمیدید. یعنی این آدم انگار که هیچ حق و حقوقی نداشت. و از اون سم نقاشی هایی که از دلارا اومده بیرون که من حالا توی این ویدیو گذاشتم که شما ببینید، خیلی حال من رو بد میکنه، چون کاملا میشه فهمید که یه نوجوان 17 ساله چقدر ترسیده بوده، چقدر داشته احساسات بدی رو تجربه میکرده. و نمیتونم تصور کنم که زمانی که 17 سالم بود چقدر ضعیف بودم و چقدر از همه چیز میترسیدم. و وقتی تصور میکنم که دلارا توی اون سن توی زندان منتظر این بوده که حکم اعدامش اجرا بشه، واقعا اینجوری هم که اینجاست که انسانیت واقعا گم میشه. الان شاید خیلیاتون بیاد بگید قاتل بوده فلان بوده فلان بوده،
اولا که من با حکم اعدام کاملا مخالفم، برای حکم صدور حکم اعدام برای نوجوان ها و بچه های زیر 18 سال خیلی مخالفم، و سوما صدور حکم اعدام و اجرای اون توی شرایطی که به صورت دقیق مشخص شده که قاتل بوده خیلی 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 مخالفم. پس اگر که دارید این ویدیو رو میبینید و میبینید که من اینقدر متاثرم نسبت به این پرونده، نهید بنویسید که مثلا قتل کردن دیگه، میخواستن چی کارشون کنن. و آره خیلی 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 از بابت این پرونده متاثر شدم و واقعا این پرونده منو غمگین و خشمگین کرد. کلارا یه بار در توصیف نقاشی هاش میگه که این نقاشی ها سوگندی است به جرمی ناکرده تا مگر رنگ ها مرا به زندگی بازگردانند. و افسوس و هزار افسوس که زندگی آدم ها اینقدر میتونه ساده و اینقدر دم دستی از دست بره. مرسی که تو این دو هم همراه من بودین. اگر که ویدیو رو تا اینجا دیدید و دوستش داشتید حتما لایکش کنید، کامنت بذارید و کانال رو سابسکرایب کنید. مرسی از همه کسایی که حمایت میکنن منو. توی ویدیو بعدی میبینمتون. خدا.